گون جاران تو آی چمر به جن امروز داخل درین خدا نیزای روح له وحید به داخل دینم زیر شیر شکر. بهش میگفتن گلادیاتور غرب و لقب‌های مختلفی بهش دادن. خوشدیب بود و لات، اما نه از این لاتای مجازی و گنده لاتای تهدید کن و فوش بده. واقعی بود و سبک خودشو داشت. یا دعوا نمی کرد یا یه جوری می زد که نتونن بلند بشن. سر همین داستان هم چند بار دستگیر شد و رفت بازداشت. خلاف نمی کرد اما سرش درد می کرد واسه کسی که زور بگه و گنده گویی کنه. براش فرقی نمی کرد به حکومت وصل باشه یا اوباش باشه. یه سریا میگن با ادب بود، اما ادب و مرام و معرفتشو یه شبه به خاطر درگیری و نزاع فراموش میکرد و تو صدم ثانیه جنگ میکرد. میگن کرمانشاه بزرگ زیاد داره، ولی اون یه چیز دیگه بود براشون. از قدیم گفتن لوتیگری و بزرگی کردن تو شهر فرق داره با ارازل و اوباش بودن و دست به تیزی و قمه بردن. واسه همینه میگن لات بودن به جای زخم و تتو نیست که انصافاً اون تو بدنش زخم کم نداشت. اسمش که میومد ترس و تو دل همه مینداخت و یه تنه کلی دشمن داشت، اما پرونده یه شرارت و درگیری های مسلحانه تو پرونده یه سنگینش ازش یه شرور تحت تعقیب ساخته بود. نامش وحید علمایی، معروف به گلادیاتور کرمانشاه بود. وحید یعنی دارمایی حواره داشت وحیده به شهریاست ساله بود خوش میرم میزبان جاقا فریادم نوشگان دارم وحید برم. مبارک 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 تولدت مبارک. آره با گربی ها شما رو فوت کن که ست سال لات ماشی بیا شما رو فوت کن. سلام دوستان، به کانال آدم بعدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. وسط نسلی که عشق جوونی و ورزش و تفریح بودن اون کشتی رو انتخاب کرد و بعد چند وقت دید مرام کشتی با اخلاقش جور در نمیاد و رفت سراغ بوکس که البته نوجوونی شو توی همین دعوا و درگیری ها با بوکس تجربه کرده بود. انصافا هم بوکس براش خوب بود. تو دعوا مشت اول برنده است که اونم خوب میزد. با اینکه ظاهر شوخ طبع و بدنی ورزیده داشت اما زیر پوستش یه روح بیرحم و جنگی داشت که با هیچ کی شوخی نداشت. یه بار تو محله چند تا ارازل داشتن عربده کشی میکردن و واسه دوتا بچه کری میخوندن و درگیر شدن که وحید علمایی از راه میرسه. تا این صحنه را میبینه عمونشون نمیده و تا جا داشتن میزنه. اونا هم وقتی میفهمن از کی خوردن و کی بوده میرن شکایت میکنن و برای همین داستانهای جراحت و زخمای سنگین درگیری یکی دوباری هم افتاد زندان. واسه همین خیلی ها میگفتن اگه وحید علمایی استعداد خودشو تو بوکس و ورزش اونم با اون بدن ورزیده و چقر خرج میکرد قطعا مقام جهانی هم کسب میکرد. اما افسوس که زندگیش و استعدادش مثل خیلی از گندلات ها تو شرارت و درگیری سوخت و قدر خودشو ندونست. وحید همه چیزش واقعی بود، خط و خوت بدنش که جای درگیری و نزاع بود و خودزنی هایی که کرده بود و مثل عشق مجازی ها لاتبازی و پشت دوربین در بیارن نبود و بدون دنده عقب میرفت و دل خطر رو بر میگشت. با هر لات و گندلاتی که میخواست زور بگه و پشتش حرف بزنه درگیر شده بود و برای خودش حسابی اسم در کرده بود. متولد 1366 بود و پدرش از اون تریلر دارای قدیمی بود. وحید بچه یه الهیه یه کرمانشاه بود و تعصب کش رفقاش. سر همین هم دشمن زیاد داشت. واسه همین یه سری از لاتای کرمانشاه که باهاش لج افتادن و چشم دیدنشو نداشتن برنامه یه مفبری اونو میریزن و یه گوشه میخوان گیرش بیارن و 10 نفری میریزن سرش. سر همین درگیری ها میفته زندان دیزل آباد کرمانشاه و درگیری هاش بعد از هر آزادی به حبس تبدیل میشد و میومد بیرون. توی همون زندان و دوران حبسش خیلی‌ها رو زخمی کرده بود و چند تا از لاتای زندان رو هم ترکونده بود. تو زندان بارها مسابقات بوکس و کشتی رو هم شرکت می‌کرد و چند باری هم قهرمان شده بود. اما چه فایده که توی زندان بود و افتخاری براش نداشت. البته افتخارش این بود بگه کمر خیلی از ارازلا تو زندان خاک کردم و براش اسم و رسم بیشتری آورد.
چند باری هم سر همین داستان ها انفرادی هم افتاد، اما دست از شرارت بر نداشت. سر یکی از همین درگیری های زندان از دیزل‌آباد تبعیدش میکنن زندان مرکزی سنندج. تو زندان مرکزی هم دست از درگیری بر نداشت و هواخواه همشهریاش در میومد و حتی کارش به درگیری با رئیس زندان هم کشید و همین جوری تبعید میشد و میرفت انفرادی. پاش به آزادی که میرسید تهدیدها شروع میشد و بزرگا و گندلاتای کرمانشاه پیغام و تهدید میفرستادن، اونم که پیه همه چی رو به تنش ماریده بود بازم میرفت سر وقتشون. اما دوروبریاش میگن اهل دعوا بود، اما نه اونجوری که بخواد هر کیو ببینه بزنه، ولی یه جوری ازش میترسیدن و بعدشون میومد که دنبال بهونه میگشتن گیرش بیارن و یه آتو بدن دستشو عصبانیش کنن. توی یکی از همین درگیری ها با قمه و کلاش بهش حمله میکنن و انقدر تیز و باز بود که با یه تیزی که همراهش بود از پسشون برمیاد. وضع مالی وحید علمایی بد نبود، اما به خاطر رفیقش که ازش به خاطر ناموسش کمک میخواسته اونم قبول میکنه و کارشون به دعوا و درگیری کشیده میشه. تا اینکه سر همین درگیری ها با اسلحه سر قرار دعوا میرن و به سمت چند تا اراذل دیگه شلیک میکنه و بعدش هم فرار میکنن. بعد از اون تو همین ماجرا رفقاش بهش میگن که تیراندازیش منجر به فوت شده و همین روزاست که بیان سر وقته، تو قطعا حکمت اعدامه. تصمیم میگیره فرار کنه و چه بهتر که از استان خارج بشه. پلیس از ماجرا با خبر میشه و چند نفری که تو اون درگیری زخمی شده بودن رو دستگیر میکنه و متوجه میشن وحید از استان خارج شده و آمارش رو توی کرج میزنن. سال 1395 ازدواج میکنه و زنش رو یه مدت به خاطر یه سری داستانها میفرسته اصفهان. توی کرج مخفیانه زندگی کرد، اما دشمنای قدیمی وحید آمارش رو در میارن و وقتی میفهمن فرار کرده و اومده کرج، توی کرج هم براش داستان درست کردن. خلاصه هر کی از هر طرف پیغام و تهدید میفرستاد براش که از لونه و مخفیگاهش بکشوننش بیرون، که آخر سر هم موفق شدن. سر یه درگیری گروهی با چند تا از رفقاش میره سر قرار دعوا و انقدر زد و خورد بالا میگیره که پلیس متوجه ماجرا میشه و میاد سر وقتشون، اما وحید باز هم فرار میکنه. مامورا که حکم تیرش رو هم داشتن و میدونستن نمیتونن به این راحتی حریفش بشن، دنبال موقعیتی بودن که گیرش بندازن. تا اینکه در نهایت مامورها مخفیگاهش رو پیدا میکنن و همون موقع که میخواست فرار کنه به سمت اون تیراندازی میکنن و اونو زخمی میکنن. اما خیلی ها میگن به بیمارستان نمیرسه و فوت میکنه، یعنی شدت جراحت و خونریزی و البته تأخیر عمدی در بردنش به سمت بیمارستان هم بی تأثیر نبوده. البته طبق برخی مستندات گفته شده که در اون درگیری زنده میمونه و چند وقت بعد تو زندان رجای شهر کرج بر اثر شکنجگی ماموران که حریف قلدری های وحید علمایی نمیشدن کشته میشه. به هر حال زندگی وحید علمایی پر از حاشیه و درگیری بود و یه سریا میگن خودش نمیخواست، یه سریا هم میگن خودش دور نزاع و درگیری میچرخید. اما داستان گلادیاتور کرمانشاه هم همینجا تموم نمیشه. تو خاک سپاریش هم دعوا و نزاهای مخالفین و موافقینش تمومی نداشت و صدای تیراندازی و درگیری های بین اونها جنجال زیادی ایجاد کرده بود. تا اینکه با وساطت برخی از گندلات ها مثل نادر بیابانی دعواها و درگیری ها ختم به خیر شد. در نهایت کابوس گندلات های کرمانشاه و گلادیاتور زندان دیزل‌آباد و درگیری های غرب در سال 1397 با همه استعداد ورزشی و بدنیش، اما پرونده شرارت هاش برای همیشه بسته شد تا اون هم سرنوشتی جز حسرت باقی نذاره. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.